این مسابقات با حضور بیش از 40 تیم، 40 تیم برتر کشور از 15 استان و از 25 دانشگاه دولتی و آزاد به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار میشه. این مسابقات در دو روز و در دو گرایش هستش. به صورت راندمانی هم هستش. بدین ترتیب که نسبت باری که ساز تعامل میکنه به وزن پل یه راندمانی میده. به 3 تیم برتر در هر گرایش جوایز نفیسی اهدا خواهد شدش. این مسابقات در سطح دانشجویان عمدتاً کارشناسی در سطح دانشگاه‌های ملی ما برگزار میشه. برای یه چنین مسابقه از مدت‌ها قبل انجمن علمی دانشجویی ما زحمت کشیدن، طراحی برنامه کردن، شاید از حدود 6-7 ماه قبل از این طراحی برنامه توسط انجمن علمی، گروه انجمن علمی عمران و همچنین گروه عمران دانشگاه شروع شد، برنامه‌ریزی شد، طراحی شد. سطح مسابقه خیلی عالی برگزار شده. برای اولین بار هستش که مسابقات ملی برگزار میشه در دانشگاه گیلان. قبلا تجربه مسابقات استانی هم داشتیم، همچنین داخلی. سطح مسابقه واقعا عالی هستش. بچه هم خوب کار کردن. راندمانای یک کشوری توی این مسابقه شکسته شده. تا 1600 هم بچه ها راندمان زدن. یه اولش دو هفته ای هست که روی سازامون داریم کار میکنیم و یه سری تست ها انجام دادیم. دیگه حالا ایشالله که ببینیم ادامه چی میشه. 4 تا سازامون بارگذاری شده. ببینیم ایشالله ادامه چی کار میکنیم. دو تا از سازا رو آوردیم. یکی بارگذاری شد، یکی دیگه باقی مونده. ما سازای 45 متریمون رو آوردیم امروز بارگذاری کردیم. که خوشبختانه تا حدودی تونست سزارت بخش بشه، اما یه سری سازه دیگه داریم که امیدواریم تو بخشای بعد بالاتر، تو مقاطع بهتر بتونیم هم رکورد کشور بزنیم، هم بتونیم مقام بهتری بیاریم. سطح مسابقات خیلی بالاه، ان شاءالله که بتونیم مقام داشته باشیم. سازه دهن 45، حالا چون ذره کوچیک‌تره بعد یه محدودیت المان فشاری هم داره، بچه‌ها سعی می‌کردن خمشش رو کنترل کنن. حالا ما هم یه سری طراحی انجام دادیم خمش رو کنترل کنیم. حالا بار 200 کیلو ذات المان‌های عمودیمون سف نیرامون یه ذره ترک داشت، فکر کنم واسه همون یه ذره زود شکستنه بیشتر بعد می‌زد، چون اینجا دمای ذره رطوبت داره، ماکان یه ذره ترک خورد بهش. از همون اوایل ترم 2-3 کارشناسی شروع کردیم به ساخت سازه. اینجوری نیست شما فکر کنید یه ماکته، واقعا بچه‌ها واسه زحمت می‌کشن، با نرم افزار تحلیل می‌کنن، ما خودمون با سب انسیز تحلیل می‌کنیم، آزمایش می‌کنیم رو مصالح، بعد با توجه به آزمایشامون طرحونو بینه می‌کنیم میاریم مسابقات. خیلی بچه‌ها اصلا سازه هم تست می‌کنن تو دانشگاهشون، یعنی وقت زیاد می‌ذارن. شما همین سازه 45 سانتی که کوچیکه شاید یک دو روز وقت بچه‌ها رو واسه ساختش فقط بگیره، غیر طراحیش. به همین دلیلی که اصلا بُعد تفریحی نداره واسه ما، یعنی کاملا علمیه. در راهی ساز اول باید متریال اون رو مشخص بکنیم. بسته به آیین‌نامه‌ای که مسابقات اعلام می‌کنن ما یه سری متریال داریم که اون متریال رو انتخاب می‌کنیم، بعد با طبق آیین‌نامه میایم سازه‌هامون رو طراحی می‌کنیم. این که حالا میگن سازها به یه شکل، ولی اینجوری نیست متأسفانه. مثلا نیم دایره ما مثلا قوسمون می‌تونیم باهاش بازی بکنیم، طول عضوا رو بیشتر کنیم، کشش‌هامون رو بالا پایین بکنیم، ضخامت، ترک‌ها، حتی بعد تو نوع متریالمون که داریم انتخاب می‌کنیم ریز ریز حتی اون عضوامون رو دونه دونه چک کنیم که از نظر ترک، از نظر نمی‌دونم زدگی یا هر چیزی دچار مشکل نباشه. این خودش یکی از عوامل موفقیت تو این مسابقاته. یه نکته مهمی که تو حوزه مسابقات دانشجویی هست اینه که علاوه بر اینکه دانشجویان هیجانات خودشون رو تو این مسابقات تخلیه میکنن، هیجانات علمی خودشون رو، علم همیشه منشأ قدرت هر مملکتی هست. به واسطه یه چنین برنامه‌ای ما شاهد پیشرفت علمی ما هستیم در حوزه دانشجویی که امیدواریم
این پیشرفت ها منشأ خیلی باشه برای مملکت خودمون. همونطور که ما از آزمایشگاه در دانشگاهمون استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم دانشجوها مباحث تئوریکشون رو در عملی مشاهده بکنن، یه درسی به نام آزمایشگاه ساز واقعا جاش خالی هستش که این میتونه خلأ اون درس رو برای دانشجوها پر بکنه. خدا رو شکر انقدر سطح مسابقات خوب بودش که دو بار رکورد کشور که 3 سال تکون نخورده بودش امروز شکسته شد برای دو بار و ان شاءالله که بیشتر از اینم شاید رکورد شکنی ها در این دو روز باشه. این گونه مسابقات خب خیلی تاثیر داره توی سطح ارتقای بچه‌ها، چون سازهایی که میسازن خودش نیاز به تحلیل داره، نیاز به محاسبه داره که بچه‌ها وقت زیادی روش صرف می‌کنن، با نرم افزارهای مختلفی امتحان می‌کنن سازهاشون رو، زحمت زیادی می‌کشن برای ساختش. خیلی تاثیر داره هم در آینده شغلیشون هم از دید مهندسیشون که خیلی تاثیرگذار هستش.